أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. درباره نماز صحبت می‌کردیم و به موضوع قیام رسیدیم که یکی از مهمترین واجبات نماز هست. عرض کردیم بر اساس فرموده پیامبر گرامی اسلام قیام نمازگزار شباهت دارد به لحظه قیامش در پیشگاه پروردگار متعال برای حساب و کتاب. در آیه 26 سوره مبارکه حج خداوند متعال به حضرت ابراهیم امر می‌کند که خانه من را برای سه دسته پاک کن. دسته اول طواف کنندگان، دسته دوم کسانی که در حال نماز و به قیام ایستاده اند و مشغول عبادت هستند، و دسته سوم کسانی که در حال رکوع و سجود هستند. عرض کردیم اولیاء الهی در حال قیام با خداوند متعال حالات قابل وصفی داشتند. از جمله اونها از امام سجاد علیه السلام نقل شده است. راوی میگوید دیدم که امام سجاد در کنار خانه کعبه ایستاده است، در دل شب مشغول نماز است. فاطال القیام، قیام حضرت در حال نماز طولانی شد، به گونه‌ای که به پاهای مبارکشون فشار می آمد. حتی جعل مرتن یتوکع علی رجله الیمنا، گاهی تکیه بر پای راست می کرد، گاهی تکیه بر پای چپ می کرد. و شنیدم که با صدایی غم‌آلود و در حال گریه این جملات را بر زبان می آورد که یا سیدی تعذبنی و حبک فی قلبی، خدایا آیا ممکن است مرا عذاب کنی در حالی که محبت تو خانه دل مرا پر کرده است. مسئله قیام به عنوان یک عمل مقدس مورد توجه ویژه اهل بیت قرار داشته. بعضیا سوال میکردن چطور قیامشون طولانی میشده. یک احتمالش اینه که سوره های طولانی قرآن رو تلاوت میکردند، و یا در نمازهای مستحبی فقهای گرامی فتوا دادن که لازم نیست انسان یک سوره کامل بخواند، بنابراین میتواند بخش های طولانی از یک سوره بلند رو در نماز مستحب بخواند، و یا بعد از پایان قرائت ذکر بگوید در نمازهای فرادا. اگر مدتی انسان بعد از پایان قرائتش ذکر بگه و قیامش و ایستادنش در پیشگاه خداوند متعال طولانی بشود، فضیلت بیشتری داره. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق آراسته شدن به فضائل دینی و عمل به وظائف دینی رو عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.